تراسی بالان موشه مراشای رد یعقوب در ادامه بحث جنبای از دیر خیره سرسپردگی به لجایز دقت کردیم قبلا در گفتار سفرنو در پارچه عزینو در مورد این پاسخ که توضیح داده و اشمعی شنون و ایوات که چهاچله شد یه شنون و پشت پازد ولی کسانی که اهل دقت و تعمق هستن خونده میشن یشورون که یشورون از ریشه اشورن و ولو قارو مشاهده میکنم او رو ولی نزدیک نیست، یعنی افرادی که دوراندیش هستن که این درجه بسیار بالایی است. همونطور که نوشته شده وحی بیشورون ملخ در میان یشورون خداوند پادشاه خودشو نشون داد و فقط اگر کلیت جامعه اسرائیل باشه در چنین درجه ای خونده میشن یشورون. با این حال گفته و ایشمن یشورون و یعاد، یعنی که حتی ما افرادی هم که اهل دوراندیشی و تعمق و تفکر هستن وقتی که به دنبال عواقبسای و لذت ها برن اون موقع رفتاری در از جامعه مثل بهما خواهند داشت که پشت با میزنه حتی به اون فردی که بهشون خورد و خوراک داده. و ادامه میده حالا سفونو و توضیح میده که گفته شامن تا آوی تا کاسی تا چاقورچله شدی فربه شدی و چربیات رو پوشونده، اینک تو یه شورون جماعته که اهل تورا بودید، افرادی که اهل تفکر و تعمق بودید، دوراندیشی میکردید، وقتی که رو گردوندی به سوی لذایز مادی به این وسیله دیگه زمخ شد فکر و درک تو از این که بفهمه ظرافت‌های حقیقت رو به طریق گفتارش که گفته به گم ال به یعنی شاگو، همچنین اینها به خاطر نوشیدن به دنبال یعنی رفتن اشتباه کردم و با یعنی کنه منحرف کردن کوهن و ناوی رو. و توضیح مفهومیش این است که شمعینی که حتی کسانی که تعمق میکنن در تورا که خونده میشن به علی ایون اگر حاس شالوم دور بشن از توراشون و هوا و لذت و کیف اونها بشه لذت‌های مادی این دنیایی به این وسیله شامن تا آویتا کاسیتا باعث میشن برای خودشون که دیگه اون توانایی و امکان درک تورا رو نداشته باشن. و در مورد اوناست که پاسو خاتمه میده و ایتوش الوه آساو تر کرد خدایی که او رو ایجاد کرده. خود به خود وقتی که افرادی که سطح بالاتر از اهل تفکر و تعمق هستن اینجور رفتار میکنن توده مردم هم خداشو رها میکنه و اهانت میکنه پروردگاری که باعث نجاتش بوده و به همین خاطر از بدی به بدی دیگه خارج میشن و کشیده میشن. نتیجه هواپرستی این است که توده مردم رها میکنه خدایی که او رو ایجاد کرده، یعنی که مردم ترک میکنن پروردگارشون آسوشانم تا به اندازه که وینبل سوری شواتو مورد تغییر و اعانت قرار میده پروردگاری که مایه نجاتش بوده. و همین از کجا نشد گرفته؟ مسلمه اونایی که توسعه تورا بودن، طالبین تورا بودن، اونایی که اهل تفکر و تعمق بودن، طلب کنندگان حقیقت بودن، وقتی که به اندازه کافی تعمق نکردن اونها تا یه حدی تنزل میکنن، اما توده مردم به دنبال اونها شدیداً سقوط میکنن که توسعه تورا نافلو، وقتی که طالبین تورا افتادن به دام هوا و هوس ها در از جوان مثل ایبون، این عامل خواهد بود که نمیتونن برسن به دروازه های تعمق و تفکر تورا که اگه قوی بشه اون خمیرمایه مادی به دنبال پرخوری هوا و هوس ها باعث میشه که اون خمیرمایه روحانی و معنوی ضعیف بشه و اونقدر که موقعی که توسعه تورا طالبین تورا کشیده میشن به دنبال جنبه‌های مادی توده مردم که کلاری سهل هستن اونا دیگه رها کردن و ترک کردن پرستش خداوند رو. نتیجه این که طالبین تورا
مسئولیت دارن نسبت به کل جامعه، زیرا که این ادعا نسبت به افراد اهل توراست. عمودیل بن قودش لهول، که کسانی که افترا قائل میشن بین جنبه های قودش با خود شلون قیما بعد که اون درست اجرا نشده، همه چیز رو باعث تخریب بقیچه میشه. خود به خود مشخصه که اینجا صحبت نمی کنیم در مورد خوردن و نوشیدنی که ضرورت داره برای بدن و نیاز بدن هست. منظور نیست که آدم ملعاخ بشه، بلکه اینکه انسان سرسپرده خوراکی نباشه. یا اون از که همه فکر و ذهن و تلاش آدم اینه که چی بخوریم، چقدر بخوریم. یا اون هم از که فکر و ذهن جای دیگه هست، فقط غذا میخوره که سالم بمونه که بتونه به اون هدفش برسه. کدوم یکی از این مسیر هست؟ در انگامی که کلیت جامعه طلب کردن خوراکی از خداوند، ببینیم تا این پادشاه بشله بعد از که از مصر خارج شدن قریادی امسو صورت گرفته، شکافتن دریا که معجزاتی بسیار بزرگتر از کل معجزات مصر داشت، بعد که مردم فکر و ذهنشون میشه خوراکی، به تندی صحبت میکنن و صحبتهای سنگینی میگن. همونطور که در پادشاه بشلت زین از پاسخ بتابا میگه و ایلونو کل ادب بنی اسرائیل شکوه کردن تمام جماعت بنی اسرائیل نزد موشه بر علیه موشه و هارون در بیابان و گفتن به آنها بنی اسرائیل ای کاش مرده بودیم در بیابان به دست خداوند اون موقعی که تو مصر بودیم، موقعی که نشسته بودیم کنار دیگ گوشت، موقعی که نون میخوردیم بعد سیر شدن، زیرا که خارج کردی ما را به بیابان، به این بیابان و اینکه بکشی تمام جماعت را در قحطی. و اگه نگاه بکنیم همه صحبت ها کی هست؟ 15 ایار هست، یعنی یک ماه بعد از خروج. و تو گفتار اخامی تو اون یک ماه هم اونا از همون باقی مونده خمیر که از مصر بیرون آورده بودن و که مسا پختن از همون تر و تازه براشون باقی مونده بود و میخوردن. این همه گاو و گوسفند حیوان همراهشون بود. درسته خوراک اون دور زمونه این نبود که هر روز از گوشتی بخورن، اما خب این همه گاو و گوسفند هست مثلا من شیر هم میده، میشه مواد لبنی، پنیر و ماست و سیدارچاریز هم تهیه میکردن. همه خوراک ضرورتا گوشت نبوده. یه بعد غذا دیر شده و حالا همه تا این حدی که کاش مرده بودیم و تأکیدی که دارم اون موقعی که تو مصر کنار دیگای گوش میشستیم. و ببینیم و یوم رشم موشه فرمود خدا هم به موشه این اکمه میبارم برای شما نان از آسمان ها و ادامه اش که حالا موشه و هارون میان رو اعلام میکنم و گفت موشه و هارون به تمام بنی اسرائیل در انگام عصر تا بدانید که خداوند خارج کرده از شما را از سرزمین مصر. ولی نیاز به توضیح چند نکته هست. اینک توی شکوه بنی اسرائیل هم حاشا نمی کنن که از مصر خارج شدن، تا این کاش میگن این کاش تو مصر اون موقع که بودیم مرده بود از مصر بیرون نیومده بودیم. نیست که بگم آقا یه سیاد میستمی در کار نبوده، چرا که الان بعد از قریادی همسوفه. و اگه طوره چرا لازم بوده که موشه ربنو توضیح بده، اطلاع بده که ویدعتم کی ادونای حسیت که میرس میسایم تا بدانید که خدا شما را از سرزمین مصر خارج کرده. مگه اینو مردم گفت نمیدونستن، حاشا کرده بودن. و این که موشه ربنو میگه ایرب ویدعتم کی هشم، در عصر شب اینو متوجه بشیم. و دو این که جامعه چی بود که گفتن ای کاش که مرده بودیم به دست خداوند در سرزمین مصر موقعی که نشسته بودیم کنار دیگه گوش. کسی که اگه داره از گرسنگی ناراحته میگه بگو مردم تو مصر، حالا حتما وقت کنار دیگه گوش میمردن، جای دیگه قابل قبول نیست.
اگه اصل اینه که تو مس مرده بودیم بیرون نیومده بودیم، خب اینا که دیگه حال که کاش تو مس مرده بود، کنار دیگه گوشتش دیگه اضافه است. و نگاه کن آس فورنو که توضیح میده این گونه اره ویداته که مشرمنو گفت که ای کاش که اون چیزی که خدا فرموده به من که میده به شما خوراکی باشه به این صورت، شیطن لخم ارف سرخه ارف شب، ای کاش که خدا فقط تا این اندازه به شما خوراکی بده، برای شب فقط خوراک شب رو بده، صبح فقط خوراک صبح رو بده. و قدیم نگتر نگاه بکنید تا 60-70 سال پیش معمول دو بعد غذا خوردن بوده، اگه صبح مثلا ساعت 10 صبح میخورن که دندانهای غروب میخوردن دو وعده بوده، سه وعده مثل معمول امروز نبوده. که مشه ربنو در واقع توضیح عراسفانو میگه که کاش خدا غذایی که به شما میده شب به اندازه کفایت شب باشه، به خاطر این که بدانید که خداوند متبارک خارج کرده از شما را به صورت کامل از سرزمین مصر. یعنی چه از به صورت کامل از مصر خارج کرده؟ که یک خارج شدن فیزیکی جسمانیه که بله یک ماه پیش از مصر خارج شدن، اما یکی این که از مصر بیرون مدن از نظر فکری و ذهنی هم از رسم و رسومات مصر خارج بشید. خدا شما رو خواهش کرده که دیگه مثل مسیح رفتار نکنید، که چرا که اونا گفته بودن کنار دیگای گوشت شیطم یوشیم که میشه اونجا کنار دیگه گوش، بدون اینکه زمان خاصی برای سعودا باشه. دور از جماعت دور از جماعت دیده باشین توی گاوداری ها، توی آقولا یا برای مرغداری اینا میان توی اون کا علوفه میریزن جلوی گاوا، صبح صبح معمولا مثلا پرش میکنن، صبح یا عصر پرش میکنن. گاوه هر زمانی خاص میخوره، همیشه سرش تو اون آخره است. یا تو مرغداری ها دون میریزن تو اون ظرفا، این نیست که مثلا رستوران باشه سر سرویسی باشه بگه آقا اینجا ساعت 8 صبح صبحونه سرو میشه، ساعت 10 سفره رو جمع میکنی، جمع نمیکنه همینجوری میمونه، دوباره بعد میان بهش اضافه میکنن. ساعت و زمان خاصی برای سعودا وجود نداره. مرغ و خروس دو باشید آره بذارید لحظات ساعتایی که چرت میذارن اونا معمولا شبه تیه روز کلن دارن تو زمین نقری نک میذارن تا آشغال زباله هر جاشو دونه در میارن. زمان خاصی نیست که بگه الان مثلا یک ساعت صبحونه بعد مثلا فلان فعالیت باشه. این برنامه ریزی، این زمان بندی مال انسان عاقل و متشخص است. همونطور که فرمودن خامزاد در ابتدا جامعه اسرائیل، ابتدا قبل از سورا معذوشته تو سرزمین مصر، مثل تهنگونی و امنقیرین به اشبا مثل مرغ و خروس بودن، یعنی زمان و برنامه ریز خاصی نداشتن، هر زمان که میخواستن غذا میخوردن، تا اینکه اومد مشه ربنو و تعیین کرد برای اونا زمان سعودا. و این خودش این که انسان زمان بندی داشته باشه حالا برای کل زندگیش، حالا حتی برای غذا خوردنش، این بخشی از جنبه‌های دیر خیرس هست. مشه ربنو آره و شالوم اخیه ها میدی بوران توبیخ کرد اونها رو در واقع از گفتارشون یا از نچگیر که از گفتارشون که گفته بودن به شیفت هرسید باسا، که منظورشونه که بتونن بخورن به میسایم کل من مثل تو موقعی که تو مست بودن هر وقت که حوض کردن. دیدین روزایی که آدم معمولا برنامه داره، کار خاصی داره، میگه خب صبح مثلا فلان ساعت پا میشم تفیلا میخونم، بعد صبحونه بخورم برم این کار انجام بدم، مثلا ساعت 2 نهار بخورم اونجوری باشه فلان. اما روزایی که مثلا بیکاره تو خونه هست، حالا الان تازه صبحونه خوردم، یه نیم ساعت نگذشته دوباره دلش بهانه میگیره یه تنقلاتی چیز دیگه بخوره. که مشاورم گفت این نشی به زندگی درست نیست که واسه شالوم رفتار کنم مثل بهما، مثل مرغ و خروس، که هیچ زمان بندی خاصی برای سعودا ندارم. بنابراین مشربنو به اونها به این شکل غیر مستقیم گوشزد کرد که حالا شما خدا رو از مصر آورده بیرون، دیگه قرار نیست که اون رفتار مثل مصریا داشته باشید، شبیه مصریا رفتار بکنید. و تعیین کرده برای شما زمان سعودا،
که اینجوری نباشه که هر لحظه که هوس کردی به دنبال هوستون برید بدوی به سمت غذا خوردن، که این شکلی این دیگه آدم نیستی مرغ و خروس. در واقع پایه و اصل اول اینه که انسان همیشه و مدام حداقل به فکر لذت‌های این دنیا نباشه، بلکه زمان تعیین بکنه برای سعوداش. حالا تو پرانتز خدا آرام میگه امروز متأسفانه وارد شده از اون شیوهای رفتاری نابناسبی که بین اون متعاولان بوده بین ما هم وارد شده، موضوع فست فود بخور در رو، که متأسفانه این شکل غذا خوردن هم معمول شده حتی بین ما، منظور حتی بین بچه های یشیوا، به جایی که نشون بدن با شیوه رفتار عمل کردشون که خداوند ما رو جدا کرده، هم در اون جنبه که عملی بین قدش دور هست، خدا ما رو از بین سوال بیرون که از رفتار مسیح رو تقویم نکنیم، نه که اصلا ما دوباره بریم دنبال شیوه رفتار الان مسیح شبه مسیح. موشه زمان سعودا تعیین کرد به خلداوار در هر موردی چه کوچیک چه بزرگ، حتی برای اینکه انسان افسایش بده در مواردی که خوب به نظر میرسه، ساری لعنت دقیق تنیم لازمه که تربیت بکنه و عادت بده بچه ها رو از زمان کودکی که زمانی برای هر چیزی وجود داره، ات لکل که میگه البته نیست که از امشب رفت خونه بگه آه دیگه این ساعت برای بچه 4 ساله است هم چیزی که خوش اجازه نمیکنه بچه 4 ساله اجازه کنه. موضوع اینه که از ابتدا عادت بده که بابا الان حالا وقت داری مثلا نیم ساعت تلویزیون، الان وقت خوابه، الان وقت مشقه، برنامه‌ریزی و زمان بندی داشته باشه، نه اینکه هر دم خیال باشه هر لحظه هر چیزی هوس کرد. این شیوه رفتار، شیوه رفتار برنامه‌ریزی درست نمیشه، زمین موفقیت نیست. و این مفهوم ساده هم مفهوم بین قدش لهول هست. لازمه که انسان خارج کنه خودشو از شیوه رفتاری نامناسب اقوام دیگه و از اعمال اونا یاد نگیره و به این وسیله میتونه که از اون جنبه های هوا هوس و حیوانی خودشو خارج بکنه و برسه به سمت و سوی درجه فرشتگان. یعنی فرشته‌ها میشمارا دارن، حتی برای مهد خدا گفتن نزد دارن، ساعت دارن، کدوم گروه الان مهد خدا رو بگه، کدوم گروه مهد خدا رو به شکل دیگه بگه. و این تو بسیار از جنبه های تورات نقدش ها هست. شما تورات نقدش ها مفصل تو پارشای بمیدبار، ناسو و همینطور پارشای پینا، جای دیگه، چه از جنبه اردو زدن بنی اسرائیل چجوری اردو بزنن، هر شیوتی کجا اردو داشته باشه، چجوری قربانی تقدیم بکنن، همه اینا میخواد دیگه نظم و برنامه ریزی که آدم تو زندگیش داشته باشه. و این به انسان کمک میکنه قدم به قدم اگه انسان تو این زمینه خودشو آموزش بده که عادت بکنه، موقع است که نظم پیدا میکنه. موقع اوقات که الان کلاس توراست، الان کلاس توراست، فکر و ذهن من باید اینجا باشه، هزار جور گرفتار دیگه هم هست، اونا فعلا تعطیل. الان اگه چه میدونم زمان غذا خوردن دیگه، حالا بحث سیاست و جنبه دیگه، اون موقع غذا وقتش نیست. هر چیزی با زمان خودش هم به آدم آرامش و آسایش میبخشه، هم تمرکز حواس و اینکه حالا برای کنترل هوا حواسش هم راحت‌تر میشه، چون که یکی از ابزاری که در مقابل با یه سهره وجود داره، همونطور که خود یه سهره میگه که حالا آقا ول کن، امروز هم نخوندی فردا میخونی، وقت زیاده. اینه که در مقابل حواسه که یه سهره میگه که الان وقتش نیست، بذار فردا، وقت زیاد داریم، ما در خدمت هستیم و این گونه میتونه رهایی پیدا بکنه.